سلامونه او درناوی زه زمریاله بسینم د پاسه خبر خبرونه ګورئ 2013 کال په افغانستان کې د خبريالانو لپاره تر ټولو خونړی کال په دغه کال کې د اتو په شاوخوا کې خبريالان وشل شوې دي او د یو سل دیرش په شاوخوا کې نور سره په بیلا بیلو برخو کې تاوتریخوالی تر سره شوې دي په عین حال کې حکومت چې باید د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوی وکړي او په دې کې زمینه سازي وکړي چې خبريالان په آزادانه توګه وکولی شي د بیان د ازادۍ او د غرض مطبوعاتي فعالیتونو په ترڅ کې خپل کارونه پر مخ یوسي هغه ډول چې لازمه ده کارونه هم نه دي ترسره کړي له بلې خوا د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت هم په ډیرو مواردو کې تر پوښتنې لاندې دی پر همدې موضوعاتو بحث کوو په سټوډیو کې راسره د خبرنګار البته نظری پریانی صاحب ده چې دوی ته ښه راغلاست وایم تر څنګ یې د افغانستان د خبریالانو د مسؤلیت یا خوندیتوب کمیټې رئیس ښاغلی ډاکټر نجیب شریفی صاحب ته تاسو دواړو ته ښه راغلاست وایم ډېره مننه چې زموږ بلنه مو منلې بس ته دوام ورکوو خو تر هغې مخکې لنډه دما حفلو او شرمت بیا هم ښه راغلاست 2015 کال داخل شوی دی په داسې حال کې چې افغان ځواکونه به پخپله د عملیاتو لپاره اوږه ورکوي او بهرني ځواکونه به هم په دې ډګر کې نه رادانګي له بلې خوا د دې کال په اوږدو کې امنیتي چارواکو هم وړاندوینه کړې ده چې دا کال به هم د امنیت له لحاظ اسانه کال نه وي خو خبریالان چې د دغو ټولو ناخوالو تر څنګ په هغو امکاناتو چې په لاس کې لري خپل فعالیتونه کوي او تل په دې برخه کې د ملي امنیتي ځواکونو تر څنګ خپلې مبارزې ته دوام ورکوي دا چې د دوی فعالیتونه به د روان کال په ترڅ کې څه ډول وي او هغه څه چې په دې برخه کې لازم دي باید ترسره شي کوم کارونه دي له ما سره لکه څرنګه چې یادونه وشوه په سټوډیو کې د افغانستان د خبرنګارانو د مسؤلیت کمیټې رئیس ښاغلی نجیب شریفی او ورسره خبرنګار نظری پریانی صاحب ده لومړۍ پوښتنه شریفی صاحب تاسو سره مطرح کوم په افغانستان کې اوس هغه ډول لکه څه ډول چې تاسو نن کانفرانس هم درلودو په دې کې هم یادونه وشوه عمده چالشونه او چیلنجونه د خبریالانو پر وړاندې کوم دي چې هغه کیدای شي د روان کال په اوږدو کې او په راتلونکي کې یوه ننګونه وبلل شي تشکر به نام خدا سلام به شما و به تمام بیننده های تلویزیون آریانا نیوز علیکم سلام عمده ترین چالشی که با توجه خبرنگارا هست موضوع مسئولیت جانی از اینا هست خب خبرنگارا با یک تعداد زیاد چالش ها دست و پنجه نرم میکنند مگر چیزی که در صدر چالش ها قرار میگیره موضوع امنیت جانی از اینا هست که بدبختانه هم میبینیم که روز به روز بیشتر شده میره و همون قسمی که ما آمار ثبت کردیم امسال سال 2014 تقریبا خونین ترین یا خشن ترین سال برای خبرنگارا بود که تقریبا در این سال 129 قضیه خشونت و تهدید علیه خبرنگارا داشتیم در این سال تقریبا 8 خبرنگار به قتل رسیدن و در این سال خبرنگارا مشکلات زیادی را تجربه کردن در پولی مشکل موضوع امنیت یا مسئولیت جانی از اینا یک مشکل عمده که من فکر میکنم در درجه دوم قرار میگیرم موضوع امنیت شغلی خبرنگارا هست یک ما قبلا در ارتباط یک تحقیق هم داشتیم و یافته های و تحقیق ما نشان میده که خبرنگارا از نگاه مسئولیت کاری در وضعیت خیلی اسفناک قرار دارن به دلیلی که هیچ گونه امنیت کاری برشون وجود نداره هیچ گونه پرنسیپ اصول استاندارد در استخدام و در اخراج خبرنگارا مراعات نمیشه هیچ گونه کرامت در بعد بیشتری حالات حتی موضوع کرامت انسانی هم از توسط رسانه ها یا خود رسانه و مسئولین لخوا البته توسط مسئولین رسانه ها مراعات نمیشه و وقتی که خبرنگار اخراج میشه بدون ای که خودش آگاهی داشته باشه گارد میایم و بعد دست خبرنگار میگیره و کارت از پیش میگیره و خبرنگار اخراج میکنه که واقعا خلاف تمام اصول پرنسیپ استاندارد و اخلاق است در مجموع گفتم میتونیم که همین دو مشکل مشکل عمده خبرنگار هست امروز در افغانستان یو امنیتی برخه و بل کار په مرحله که دوی لپاره مسئولیت ډیره نکوم
تاس تر اعظم پریانی سه په افغانستان کې تاسې د خبرنگارانو او د رسنیو د فعالینو د فعالیتونو شاهدان وای چې په دې ترڅ کې قربانۍ په کومه کچه کې وي. هغه ډول چې شریفي صاحب ورته اشاره وکړه، 2015 کال هم یو اسانه کال نه دی او په دې ترڅ کې به هم ستونزې وي. پر نورو مسایلو به وغږیږو. په لومړي سر کې امنیت، هغه څه چې لومړی ټول افغانستان ګواکي او خبرنگارانو ته هم یو ستونزه جوړه شوې ده، په دې بیله برخه کې بیلابیل وخت کې د مخالفینو لخوا هم ځینې څرګند اورېدل کېږي. تاسې څنګه ارزوئ دغه وضعیت؟ د خبریالانو دغه وضعیت څومره اندېښمنوونکی دی او څه فکر کوئ په دې برخه کې باید لارې کومې لارې تعقیب شي تر څو دا ستونزه حداقل کچې ته راټیټه شي؟ بسیار تشکر و سلام به شما و آقای شریفی و بینده های عزیز. تصور میکنم که وضعیت موجود برای خبرنگاران در افغانستان یک وضعیت بسیار دشوار است. شما در مرکز افغانستان که کابل است و پایتخت است، هنوز نمیتونین به عنوان خبرنگار دنبال بررسی و خبری ساختن مسائل برین که به برخی افراد زورمند مربوط میشه. خبرنگاران به محضی که روی برخی از موارد میخوان کار بکنن مستقیما تهدید میشن. بسیاری از خبرنگاران نمیتونن تهدید خود به منابع و مراجع مسئول انتقال بدن، به دلیل از اینکه میبینن دستور العمل در میز دولت نیست و حکومت نیست که بر بنیاد او اونایی که با خبرنگاران برخورد نادرست میکنن را حداقل مجازات بکنن یا مورد تاد مجازات و مسئله و روس رزی پریانی سه بوس بس اساسی است که ملګرو ملتونو د خبریالان او ځانګړي کمیټې هم په دې برخه کې سرګند، حکومت په خپل په دې برخه کې داخل دی، یعنی حکومت د چې دوی کړهونه د خبریالانو پر وړاندې راټو کوي، دوی ستونزې او زحمتونه د غوی پر وړاندې د دې پر ځای چې ستونزې کمی کی. برای کم کردن مشکلات حکومت باید اراده برای توجه به بحث رسانه و خبرنگاران داشته باشه. در دولت هایی که میخواین خوب بروز بکنن و فساد کاهش پیدا بکنه و اداره خوب به وجود بیاره و جامعه خوب به اصطلاح سامان داده شوه، کار رسانه ها و کار خبرنگاران یکی از پایه های اساسی برای عبور جامعه و حکومت به این وضعیت مطلوب است. اما متاسفانه در افغانستان مقامات محلی و حکومتی بیشتر عملکردهایشون در برابر خبرنگاران و رسانه ها قرار داره. شما ولسوالی ها، روستا ها و قریجات زیاد را در افغانستان سراخ دارین که تا هنوز رونجا پای خبرنگار نرسیده و اگر یک فرد آگاهی به روستا ها میره مورد توجه مقامات محلی حکومتی قرار میگیره که فرد آماده که چه کاری باید بکنه. یعنی اونا احساس میکنن که حاکم و مالک همه چیز خودشان هستند. یک چنین احساس مالکیت و یک چنین احساس بدبینی نسبت به درز اطلاعات به بیرون سبب میشه که مقامات محلی حکومتی بیشترین دشمنی خاصه نخواسته را در برابر خبرنگاران داشته باشند. نکته است که دولت هیچ وقت یک دستورالعمل لازم را برای مهار این گونه تهدیدها و حرکت هایی که از طرف مقامات دولتی در محلات بارها سامان داده شده روی دست نگرفته و در واقع حمایت کرده آنان را که علیه خبرنگاران در هر گوشه و کنار کشور تانستند دست به اعمال خشونتگرانه زدند. از این لحاظ یعنی دا په مجموع کې د دولت اساسی دنده ده چې دوی باید دغه مسؤلیت رامنځته کړي. بالاخره د خبر اعلان دقیقاً دولت باید در قسمت ایجاد مسؤلیت برای خبرنگاران توجه جدی بکنه و برای مقامات محلی باید کوشش بکنه که همکار خبرنگاران بده. ترڅ کې اوس پر یعنی سه دولت خو مو په دغه وضعیت کې دی، د اطلاعات او فرهنګ وزارت نه تر شکایتونه په دې برخه کې شوي. تاسو معلوم دی د افغانستان د رسنیزو فعالینو بنسټونو لخوا په دې برخه کې تل نیوکې شوي دي چې اطلاعات او فرهنګ وزارت یوازې لاس تر زنې ناست دی او تماشا او ننداره کوي، په دې برخه کې هیڅ نه دي کړي. خو تر څنګ ځینې نور بنسټونه دي لکه هغه ډول چې د خبریالانو د مسؤلیت کمیټه هم په دې برخه کې کار کوي، نه یا د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره ده، دغه راز د خبریالانو بیلابیل شبکې شوراګانې او اتحادیې هم موجود دي. د دوی کړنې تاسې په مجموع کې څنګه ارزوئ؟ دومره ډېر بنسټونه په افغانستان کې خبریالانو لپاره کار کوي خو د خبریالانو ستونزې لا هم هماغه ډول دي او نه یوازې چې کمې شوي بلکې ورځ تر بلې زیاتېږي. عملکرد نهادهایی که شما به اشاره کردین در واقع یک عملکرد حمایتی و اقداماتشون اقدامات اخلاقی است. اینا به عنوان نهادهایی که
همسو هستند با خبرنگاران یا در عرصه مسئولیت خبرنگاران کار میکنند، در عرصه حمایت خبرنگاران کار میکنند یا صدای خبرنگار رو بلند میکنند. یعنی تاسو د یو خبریال په توګه چې په رسنوی بهیر کې د یو خبریال په توګه دنده ترسره کوي، اوس ورسپارنه کې هم کارونه کوي، په دې برخه کې تاسو ته قناعت وړ دي د دغو بنسټونو ټول فعالیتونه او هغه څه چې ترسره شوي؟ خب، فعالیت های نهادها و بنسټها در واقع بسیار زیاد قابل قبول نیست. یعنی اینا او ظرفیت و امکانات لازم هنوز ندارن. دغه فیصدی که واضح هکی با شرایط که تاسی وی کار شوه ده خاغل پریانی پا کم برخو که کار شوه ده تاسی قناعت سمره فیصدی ده چه پا دی برخی که تاسی راضی است؟ خب بس قناعت زمان مطرح میشه که سرسداری که نهادها برپا میکنن بتانه یک مقداری به منصه تطبیق از جانب نهادهای حکومتی برسه. در صورت ما میگیم قناعت کردیم، اما موارد اتفاق افتاده در افغانستان که هیچ یک از این نهادهای حامی خبرنگاران که من عضویت اجرایی یکی از نهادها را دارم از او خبر نداره. از این لحاظ کار این نهادها نسبتا در شرایط موجود غنیمت است، اما به هیچ عنوان به عنوان مطلق کلمه قابل قبول نیست. دقیقا به کوم مواردی که ما غنیمت بلل شو؟ در مورد که خبرنگار مورد ضرب شتم قرار گرفته، همین نهادهای حامی خبرنگاران در حد تانستان صدای را بلند بکنن یا دقل بریز یک تسلی باشه که برخی نهادها و حلقات هستن در مرکز که فکر برای خبرنگار دارن و ما تنها نیستیم. در همین حد بالاتر از این تانوز شریفی سبتاسی پدی برخی که چه فکر کوی تل خبریالان گیلمن دی البته لدغو بانسلتون سخه کلیوی خواه دوی بلا بلو مواردو که یول حدا پوره گامون هم پورته کردی دی پرمختک کم لیدل کیگی پدی برخی که خلاص تراورنی بیا دومره نه دی چې هغه د قناعت ترلاسه کړی شي د خبریالانو او د رسنیز بهیر د کورنۍ هغه اړتیاوې دې ځواب کړی شي. دغه نیوکه تاسو تر کومه حده پر ځای بولئ او ځینو مواردو کې خدا هم ویل کیږي چې پروژې اخیستل کیږي او دغه پروژو له لارې نه بالاخره چې د خبریال په نامه اخیستل کیږي هغه ډول استفاده نه کیږي چې باید شوی وو؟ خب انتقاد بجا هست. کار نهادها کامل نبوده، درش خلا وجود داشته، کمکاری درش وجود داشته، مگر در این زمان دو مطلب دیگه، سه مطلب دیگه را باید در نظر داشته باشیم. اول ای که این نهادها نه لشکر دارن و نه قدرت اجراییه و نه قدرت قضاییه. دوم این نهادها بیشتر نهادهای مدنی هستن. سیوم نهادها حوزی با در نظر داشت ماهیت کاریشان، کارشان بیشتر کار دادخواهی هستم. و موضوع چهارم چیزی را هم که باید بیاد داشته باشیم این است که حمایت از سکتور رسانه و حمایت از خبرنگارا هیچ وقت بدون همکاری نزدیک رسانه ها و خبرنگارا و نهادهای حامی رسانه ها به هیچ وجه صورت گرفته نمیتونه. و پنجم موضوع پنجم هم برتون بگم که اوس دا مطرح شی چه اطلاعات و فرهنگ کردن تاسو څومره راضی هستی پلوم دیگم که دارت رو خانه کلی. خب من هم میخوایم که بارم علامتی رو بالای نهادهای ولی هاوی مسئولیت لری درست مگر چه هاوی موجود دی هاوی امکانات لری هاوی لایحه لری و ده قانون لمخی اطلاعات و فرهنگ وزارت ده چه دفاع باید وکړي د خبریالانو د دوی د قوانینو تعقیب وکړي د دوی حقوق او امتیازونه په پام کې ونیسي د دوی مسئولیت ته رسیدګي وکړي. تاسو د هاوی په اړه څه نظر لرئ؟ ما یک خب با در نظر داشت ای که ای زیر لایه موضوع امور مربوط به رسانه ها و خبرنگارا در قد تحت لایه کاری وزارت اطلاعات و فرهنگ می ما مطلق وزارت اطلاعات و فرهنگ کم مطلق ناکام می دانم، مطلق بتفاوت می دانم، مطلق نهادی که در طول چند سال گذشته هیچ کار نتانستن که اینو بکنه، بر علاوه که کارم نکردن، بر پولی ازی کارایی را کرده که دیگرها کرده او کارا رو سبوتاش کرده، تخریب کرده. به طور مثال من نمونه شه بر شما بگم همین نهادها با هم یک جا شدن با وصف تمام مشکلات هم که دارن، من میرم اعتراف میکنم که مشکلات زیاد وجود داره. بر اولین بار در افغانستان اینا یک کد اخلاقی بسیار جامع را ساختن و ای هدف می بود، چون مشکل یک مشکل کلان در دنیای خبرنگاری افغانستان که امروز وجود داره مشکل تعقیب اصول اخلاقی خبرنگاری است که در بسیاری حالات همین به حساب دلیل خشونت علیه خبرنگارا بوده.
خب هدف ما بود که سر تا سری بسازیم، از خارج از کابل هم خبرنگاران را جمع کنیم. همین پروسه را مکمل خب خواستیم با وزارت اطلاعات و فرهنگ را شریک بسازیم که وزارت اطلاعات و فرهنگ هم در این زمینه همکاری کنند. مر به وزارت اطلاعات همکاری کنند، پروسه را مکمل سبوتاش کردن، تخریب کردن. به دلیل این که خب چرا این وزارت اطلاعات فرهنگ نساخته ای کود اخلاقی را یا دستور عمل اخلاقی را؟ خاص به می دلیل. خب ما بسیار خوش میشیم که اگر بسازین شما، مگر اگر امی کفایت داشته باشین، امی اراده داشته باشین و امی کار را به دست خود بگیرین. موضوع دوم، موضوع قانونیش است. ببینین ما یک مشکل کلانی که در قسمت مسئولیت وجود داره، خلای قانونی به خاطر مجازات کسایی که متقبل خشونت علیه خبرنگارا میشن یا عامل خشونت علیه خبرنگارا هستن. وزارت اطلاعات فرهنگ به وجه کی خلال بخلار پر کنه، به طور مثال سال گذشته اینا تلاش کردند که حتی امی محدودیت بالای خبرنگارا بیشتر بسازه و صلاحیت های کمیسیون تخطی رسانه ها که از صلاحیت های اونو بیشتر شد و همه صلاحیت ها پیش وزیر اطلاعات و فرهنگ میه و خاص به دلیلی که به شکل سلیقوی و یا به شکلی که کدام نهاد یا کدام مثلا فرد عالی رتبه حکومت بر اونا میگه که اینی خبرنگار و کارش مطابق به ذوق من نیست و او را برش مشکل جور کنین و یا به سازمانی معرفیش کنین. داده هم در اطلاعات و فرهنگ وزارت کارونه دولت په مجموع کې اوس هغه کارونه چې ستاسو د رپورټونو له مخې ترسره شوي دي، په کومو مواردو کې دوی د دې سبب شوي دي چې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی رامنځته شي او په دې برخه کې هغوی ته ستونزې جوړي؟ خب دولت مشکل عمده که دولت گذشته که داشت، مشکل عدم موجودیت اراده به خاطر حمایت از رسانه ها، خبرنگارا و آزادی بیان بود. ببینید رسانه ها با وصفی که مثلا رسانه ها هم مشکلات داره، خلا هم داره، باز اینا بسیار زیاد تلاش میکردن که حداقل همی مشکلاتی که در حکومت وجود داره و یا در نظام وجود داره امیر برملا بسازه، مگر هیچ گونه عکس العمل از طرف حکومت صورت نمی گرفت. ما یادم است روزی بود که در یک هفته ما راپور دادیم که تقریبا 10 مورد خشونت علیه خبرنگارا بود. یکی از تلویزیون ها در این مورد بحث گرفت و یک مشاور وزارت اطلاعات فرهنگ در بحث حضور داشت، رو حتی هیچ خبر نداشت که در این ده مثلا ده واقعی خشونت علیه خبرنگارا در طرف یک هفته صورت گرفته و به می شکل ای همش دست داده و باعث حاکم شدن فرهنگ مافیات شد. فرهنگ مافیات باعث ازی شد که هر کس جرات بده که خبرنگارا رو مورد تهدید و خشونت لت و کوب قرار بده و با این ذهنیت که خب من میتونم هر کار رو بکنم و هیچ کسی من پرسان نمیکنه و حتی واقعی شد که دکتر شفاخانه لت خبرنگارا مورد لت و کوب قرار داد. ببینین به این سطح مثلا این فرهنگ مافیات رشد کرد در کشور. مگر امیدوار هستیم که حکومت وحدت ملی گرچه سیگنال های ابتدایی کنا فرستادن پیرتر از او چه در سردول باید کارونو بوشی. پریانی سب اگر دول چه شریفی سب اشاره کوی دولت پخپلا تر طول جالب نکته داده چه حتی اوس ریپورتون داخت کاره کوی چه لوصلوال مخالفینو نه هم دیر حقا چوک چه وصله پلاس که ده د افغانستان قوانین نه مني. خو بیا هم د خبریالانو مسونت د هغوی تر یو حده پورې پام دی، خو دولت په دې برخه کې تر هغوی هم یو څو ګامه وړاندې دی. دا تاسو ته د یو خبریال په توګه او دغه راز د ټولو خبریالانو لپاره چې په افغانستان کې اوس فعال دي او کارونه ترسره کوي، څومره اندېښمنه کوونکې موضوع ده چې تاسې په دې اړه اندېښمنه یاستئ؟ دقیقاً نگرانی ما تر یک سطح بسیار بالایی نسبت به این موضوع قرار داره، به دلیل اینکه اگر همچنان در برابر خبرنگاران خشونت صورت بگیره، خبرنگاران کشته شوند، خبرنگاران اختطاف شوند، لتوکوب شوند، در زندان های شخصی افراد و مقام های محلی و مقام های غیر حکومتی که در روستاها و ولسوالی ها و قریجات حاکم مطلق خود میدانند، اینا مورد خشونتشون قرار میگیرند. این وضعیت آهسته آهسته به نقطه می رسانه که دیگه توجه به کار رسانه‌ای کمتر شود و یک نوع خود سانسوری مطلق در فضای رسانه های افغانستان اعمال شود و این چیزی است که متاسفانه حلقات در درون حکومت به شدت طرفدار یک چنین پالیسی هستند که بتوانند فرصت برای کار رسانه‌ای در افغانستان تنگ بسازند، چون منافع خود در این می‌بینند که نگاه رسانه و پای خبرنگار بر محوطه کنوم موریت می کنند یا
در روستاها و ولایتها و در مرکز هم نرسه. از این لحاظ واقعا در ما جای نگرانی هست. اگر هیچ نوع دستورالعملی در زمینه صورت نگیره، من خودم بر وضعیت کار خبرنگاران بسیار خوشبین نیستم در آینده ها، و خدا نکرده شاید این خود بودیم که خشونت به شکل گسترده ترش در سال پیشی رو سبب خواهد شد که ما خدا نکرده خبرنگاران تعداد خبرنگاران دیگر از دست بدیم. تا سره د وروسته یو شیبو کې ک په لنډه توګه ته دا وایي چې اوس کوم راه کردونه کوم کړن لارې عملی کېدې شي په غی سره وکول شي اوسنۍ حکومت د تلمړی ګام کې متوجه شي چې خبریالان څوک دي دوی په کومه موخه فعالیت کوي په افغانستان کې شرایط دوی ته څړول رامنځته شي د دوی د شغل په برخه کې پاملرنه باید څړول رامنځته شي رسنیز فعالیتونه بل اخره مثبت شي او خبریال چې هر ورځ په دغه وسنوي شرایطو کې کم امتیازونه لکه څنګه چې یادونه په فعالیت کوي کوم عمومي او اصلي ټکي باید په لومړی ګام کې په پام کې ونیول شي او د هغې له مخې په راتلونکو کلونو کې ګامونه پورته شي؟ اولین قدم و ګام اراده خود حکومت است که حکومت وحدت ملی باید اراده کنه برای ازی که زمینه را برای کار خبرنگاران مساعد بسازه و جلوی خشونت از طرف مقامات حکومتی بگیره. این در یک فرمان، در یک گویست و در یک حرکتی که اراده در وجود داشته باشه امکان پذیر است. نقطه دوم است که حکومت باید یک پالیسی را در قسمت تعامل با رسانه ها بسازه. امیل رابطه بین حکومت و خبرنگاران به شکل عادی وجود داره و تعیین شده در یک پالیسی و چارچوب منظم نیست. حکومت باید یک نوع پالیسی را تنظیم بکنه که در او خبرنگاران هم خود پیدا بکنن و مقامات حکومتی مخصوصا مقامات محلی مکلف ای باشن که در کناری که در زمینه تامین امنیت خبرنگار من حیث هر شهروندی مسئولیت دارند باید زمینه را برای فعالیت های خبرنگار برای ارائه گزارش های تحقیقی و برای ارسال مورد نظر باید مساعد بکنن. همه چیز برمیگرده به اراده حکومت. دیر. من پریانی سب شریفی سب روسی پختنه مطرح کوم او هغه په دې ډول چې د بیان ازادي په افغانستان کې لاسته راوړنه بلل کیږي په ډیرو لږو کلونو کې په پیلا بیلو ارسو کې کاغذ چاپی دي کا رسنیزی غږیزی دي او کا تلویزیونی شبکې دي فعالیت د پام وړ نه یوازې په افغانستان کې بلکې دا په نړیواله کچه هم ویل کیږي او په سیمه کې خو یو څه ډیر نه ویو لبلې خو په دغه سی او حالت کې ولسمشر په خپل لومړی ورځو کې کله چې دوی واک ته ورسیدل په تحقیقي ژورنالیزم میټینګار کو څنګه کېدای شي په دغه سی او هواد کې چې لومړی د دولت پاملرنه نه کوي د خبريالانو مسؤلیت ته په دوهم کام کې د زورواکي موجود وي دلته لبلې خو بیا جګړه هم دوام ولري دغه مسله ته څنګه سیړي په دې اړه لاندې جواب ستاسو غواړم خب ژورنالیزم تحقیقي هم نمیتونه که همون نقش سازنده خود بازی کنه تا مدامی که سه موضوع درست به شکل منظم و گسترده عملی نشه. اول موضوع مسئولیت خبرنگار است. تا مدامی که خبرنگار خودم مسئول احساس نکنم علاقمند گزارش تحقیقی نمیشه. موضوع دوم موضوع حق دسترسی به اطلاعات است. موضوع دسترسی به اطلاعات. خب گرچه سال 2014 از یک نگاه از این نگاه که قانون حق دسترسی به اطلاعات تهیه شد و توشیح شد از طرف رئیس جمهور قد یک گام مثبت است، مگر بازی بستگی به این داره که چگونه این قانون عملی میشه و چگونه اجرا میشه، به خاطر که اگر دخالت کارکنای عالی رتبه حکومتی در این وجود داشته باشه و یا دخالت زورمندا در کار این کمیسیون وجود داشته باشه کمیسیون موفق بودن نمیتونه. و موضوع سوم موضوع دانش مسلکی خبرنگارا در قسمت ژورنالیسم مسلکی. این فکر میکنم سه رکن اساسی موفقیت ژورنالیسم مسلکی در افغانستان است که بدبختانه ما در هر سه قسمت مشکل داریم. خب گرچه اقدام رئیس جمهور اقدام نیک بود و رئیس جمهور و در مجموع گفتم میتونم که رهبری حکومت وحدت ملی اهمیت رسانه ها را اهمیت آزادی بیان و اهمیت خبر کار خبرنگارا را به خاطر رشد شفافیت در حکومت، به خاطر تحکیم دموکراسی، به خاطر بهبود ملت سازی و دولت سازی درک میکنن، مگر حکومت وحدت ملی نیاز داره به اینکه کارهای خیلی جدی بکنه و
عمدتر از همه رسانه ها را باید به عنوان یک همکار استراتژیک به خاطر موفقیت پروژه‌های کلان در افغانستان ببینیم. گرمادان گران لیدونکو، راتلونکو خبرونه کې نصیر فیاض په قربتوب و سیګه زمو په پاک الله سره بیچاره.